بله، ببین، واگذاری که اتفاق افتاده عملا دولت به باور من به دنبال این بوده که اون منع تیمداری از سوی دولت رو رفع کنه و خصوصی سازی شکل نگرفته و نخواهد گرفت. عملا دولت این مجموعه رو از زیر وزارت ورزش گرفته به به تامین اجتماعی داده، تامین اجتماعی که همین امروز خودش دست به گریبان مشکلات بسیاری هست، از حوزه کارگران گرفته تا مطالباتش تا بدهی هاش، تمام اینها معضل هست. و نکته اساسی اینجاست که تامین اجتماعی و خود صندوق هایی که اشاره شد مجموعه هایی هستند که در طی 4 دهه گذشته هر آنچه که امروز به عنوان بحران باهاش مواجه هستند و وضعیتی که درش قرار دارن برخواسته از مدیریت و نوع مدیریت حاکم بر این قسمت بوده و اون هم به عنوان حیات خلوت سیاسی دولت همیشه دیده. در اصل دولت پرسپولیس رو از وزارت ورزش گرفت و در حیات خلوت خودش نگه داشت و بعد از این هم کماکان اون نفوذ و اعمال نظر دولتی بر روی اون باقی خواهد ماند. آقای غیبی، ما میبینیم همین الان، یعنی دیروز هم تجمع داشتن بازنشستگان، یعنی خود این سازمان در واقع به نوعی بدهکاره. آیا میتونه اصلا از پس تیم پرهزینه مثل پرسپولیس بر بیاد اگرم به فرض این واگذاری کامل اتفاق بیفته؟ این واگذاری که اتفاق خواهد افتاد، ولی نکته اساسی اینجاست که تامین اجتماعی خب مشکلات بسیاری الان داره با اضافه شدن باشگاهی که خب میلیون ها هوادار داره، هوادار مطالبه گر داره و هر گونه فعل و انفعالی در اون تبعات اجتماعی میتونه به دنبال داشته باشه. قاعدتا یک مجموعه مثل تامین اجتماعی نمیتواند مثل سایر شرکت های رد دیون شده که امروز ورشکست هستند به این باشگاه نگاه کنه. بنابراین در یک جای تحت فشار مجبور به این باشگاه تزریق مالی داشته باشه. این باشگاه ده ها میلیارد، صدها میلیارد بدهی انباشته داره، هزینه های جاری خودش رو داره. در اصل تامین اجتماعی با یک بخش بدهی انباشته در کنار بدهی های خودش مواجه است و هزینه های سرباری که بهش تعمیل میشه در شرایطی که همین امروز نمیتواند حقوق معوق 6 ماهه گذشته و مستمری های بازنشستگان رو پرداخت بکنه، ما در چنین شرایطی شاهد هستیم و این میتونه سرمنشأ اختلاف بین بازنشستگان و دولتی ها باشه و این اعتراضات دامنه‌داری که هفته ها داره برگزار میشه به صورت مرتب و منظم از سوی بازنشسته ها اون رو دامن بزنه و حتی کارگران رو هم وارد بازی بکنه در اعتراض به نوع عملکرد تامین اجتماعی و هزینه هایی که قراره در این باشگاه انجام بده. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، بسیار سپاسگزارم از توضیحات کامل شما.